thank <small> you سلام دوستان وقتتون بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه من زهره هستم از برنامه انگلیش نه از مجموعه برنامه های نوت شبکه تلویزیونی ای جی در خدمت شما عزیزان دوستان طبق روال همیشه ما امروز هم قرار هست راجبه یک زمان دیگه از زبان انگلیسی صحبت بکنیم در برنامه های گذشته راجبه زمان پرزنت simple یعنی حال ساده صحبت کردیم راجع به زمان پرزنت پروگرسیو یا پرزنت کانتینیوس یا همون حال استمراری صحبت کردیم و در جلسه گذشته راجع به زمان مهم پاس سیمپل یا گذشته ساده من یه تمرین کوچولو هم خدمتتون دادم امیدوارم که اون تمرین انجام داده باشید امیدوارم که شروع کرده باشید به دایره نوشتن و یادداشت روزانهتون رو یادداشت کردن و استفاده از زمان گذشته ساده امروز هم قرار هست راجع به زمان مهم دیگه صحبت بکنیم زمان present perfect یا اون چیزی که تو فارسی بهش میگه مازی نقلی در انگلیسی حال کامل گفته میشه این زمان زمان مهمی هست اتفاقا زمانی که متاسفانه زبان آموزان خیلی هم مشکل دارن باهاش خیلی راحت نیستن با این زمان و اشکالات زیادی دارن تو استفاده از این زمان هرچند که زمان بسیار پر کار هست دوستان جا داره که تشکر بکنم از اسپانسر محترم برنامه شرکت موگج ترانزیت Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker. Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home. دوستان تشکر میکنیم از شرکت موگ ترانزیت به خاطر اینکه سپانسر این, این برنامه هستن اگر که اجازه بدیم با هم وارد موضوع صحبت این جلسه همون بشیم و شروع کنیم صحبت کردن راجع به سلایت هامون رو امروز قرار هست همونطور که عرض کردم خدمتون راجع به موضوع present perfect یا حال کامل یا همون ماضی نقلی خودمون صحبت بکنیم این نگاهی به اسلایت ها بندازیم ببینیم که حال کامل به چه صورت هست چطور استفاده میشه فرم و زمان به چه صورت کاربردش چیه و چه موارد دیگه ای، چه قیودی مثلا استفاده میشه با پرزنت پرفکت به خاطر اهمیتی که پرزنت پرفکت داره و به خاطر گستردگی مطالبی که در رابطه با پرزنت پرفکت میشه گفت ما این برنامه رو در دو بخش ضبط میکنیم و تقدیم حضور دوستان میکنیم و طبق روال برنامه همیشگی هم دوستان ما با یک جمله انگیزش و یک جمله الهام بخش رو شروع که ببینیم که جمله الهام بخش امروز به چه صورت هست خب uh, not because they deserve forgiveness but because you deserve peace خب جمله با یه جمله تقریبا امری شروع میشه وقتی فعل مفاعل نداره و بدون فاعل شروع میشه در حقیقت ما با یه جمله امری سر کار داریم forgive others forgive به معنی بخشودن بخشیدن هست یعنی دیگران رو ببخش not because they deserve forgiveness forgiveness اسم فعل forgive هست به معنی بخشش Not because they deserve forgiveness. نه به خاطر که اونها لیاقت بخشش شما رو دارن. Deserve هم فعلی است به معنی لیاقت داشتن. But because you deserve peace. بلکه به این خاطر که شما لیاقت آرامش رو دارید. Peace به دا معنی آرامش. کلمه دیگه هم داریم که مثل peace تلفظ میشه. دیکته این کلمه فرق میکنه ولی معنی بسیار متفاوتی داره. ما یه جلسه هم راجبه اون کلمات با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. پس forgive others not because they deserve forgiveness but because you deserve peace. اوکی okay. بریم سراغ سراغ موضوع امروز صحبتمون و پرزنت پرفکت ببینیم که راجع به پرفکت چی میتونیم دوستان عزیز بگیم خب زمان حال کامل یا ماضی نقلی زمان حال کامل یا ماضی نقلی برای بیان عمل یا حالتی استفاده میشه و به کار میره که در گذشته شروع شده و عمل یا اثر اون تا زمان حال یا آینده معمولا تا حال ادامه داره وقتی این زمان رو به کار میبریم داریم در حقیقت گذشته رو به زمان حال هم داریم به گذشته فکر میکنیم هم به زمان حال فکر میکنیم پرزنت پرفکت در حقیقت داره یک لینکی میزنه داره یک اتصال ایجاد میکنه بین زمان گذشته و زمان حال این فلسفه زمان پرزنت پرفکت یعنی در زمان پرزنت پرفکت یک عملی از گذشته شروع میشه تا حال حاضر ادامه پیدا میکنه یا خود عمل تا حال حاضر ادامه پیدا میکنه یا اثر اون عمل تا حال حاضر ادامه پیدا میکنه به نوعی گذشته با حال حاضر پیوند دارن با هم دیگه اگه اون uh, axes of time یا محور زمان رو به خاطر داشته باشید که من جلسه پیش خدمتتون عرض کردم و در نظر بگیریم که مثلا پرزنت سیمپل اینجاست، پاست سیمپل یه مقدار عقب‌تر از پرزنت سیمپل قرار میگیره و بین پاست سیمپل و پرزنت سیمپل ما پرزنت پرفکت رو خواهیم داشت. خیلی وقت اشتباهی که به وجود میاد برای استفاده از پرزنت پرفکت اینه که دوستان ما یا زبان آموزان ما به جایی که از پاس سیمپل استفاده کنن از پرزنت پرفکت استفاده میکنن یا برعکس یعنی نمیدونن چه موقعی از پرزنت پرفکت استفاده کنن چه موقعی از پاس سیمپل یعنی اتفاقا برخلاف اون چیزی که ممکنه فکر کنید پرزنت پرفکت به خاطر اسمش با پرزنت سیمپل اشتباه میشه در حقیقت پرزنت پرفکت معمولا با پاس سیمپل اشتباه میشه همین الان دوستان یاد به یاد داشته باشید یا جای یادداشت بکنید که Past simple زمانی به کار برده میشه که شما قید گذشته داشته باشید قید دقیق در گذشته مثل yesterday مثل last year مثل today morning مثل this morning ولی present perfect با قیدهای متفاوت تری نوشته میشه ولی هیچ کدوم قید زمان مشخص و معینی در زمان گذشته نیستن پس هر وقتی ما قید گذشته قید دقیقی در زمان گذشته داشتیم از پاست استفاده میکنیم و هر وقت قید نامشخص داشتیم یا عملی در زمانی نامشخص در زمان گذشته اتفاق افتاده بود که نمیدونستیم که اتفاق افتاده از پرزنت پرفکت استفاده میکنیم این فلسفه کلی زمان پرزنت پرفکت هست شما ببینیم ساختار پرزنت پرفکت به چه صورت اگر دوستان ملاحظه بفرمایید در اسلایدی که براتون آماده شده فعل این زمان با استفاده از افعال کمکی هاف و هاز صرف میشه یعنی ما فعل هاف و هاز رو داریم به اضافه فرم سوم یا قسمت سوم فعل اصلیمون که معروف هست به پاس پارتسیپال دوستان حالا چه موقعی از هاف باید استفاده کنیم چه موقعی از هاز باید استفاده کنیم یاد داشته باشین که ما از هاز برای, برای فائل ها و برای زمایر سوم شخص مفرد استفاده میکنیم. یعنی همون هیشی شی و ات و برای همه زمایر دیگه از هاو استفاده میکنیم. فرم ساده سوم شخص مزاد قسمت سوم فعل اصلی هم که پاس پارتیسیبل باشه یه چیز مشخصیه یعنی برای همه افعال یه چیز مشخص و قابل یادگیری اگه یادتون باشه جلسه پیش من خدمتتون عرض کردم که افعال دو قسمت دو هستن به دو دسته تقسیم میشن یه سری افعال با قاعده یه سری افعال بی افعال با قاعده همون افعالی هستن که در گذشته ایدی یا دی گاهن میگیرن و تبدیل میشن به گذشته ساده این افعال فرم سومشون یا همون پاس هم مثل قسمت دومشون هست مثلا شما فعلی داری مثل live به معنی زندگی کردن he lived, he lived in toronto for 10 years او در او در تورنتو برای 10 سال زندگی کرد اوکی okay? گذشته این فعل lived هستش ای دی میگیره فعل لیف خودش ای داره فقط دی میگیره ولی پاس پارتیسیپلش هم یکیه با خود گذشته ساده به خاطر اینکه فعل فعل با قاعده هستش he lived for 20 years or for 10 years in toronto he has lived in Toronto for 20 years or for 10 years. یعنی زندگی کرده است در تورنتو برای ده سال یا برای 20 سال. پس فعل سوم برای افعال با سوم شخصشون مزد میخوام قسمت سومشون با فعل گذشته سادهش هیچ فرقی نمیکنه یکی هست. اما افعال بی قاعده افعالی که من یه اشاره خیلی گذرا داشتم بهشون که امیدوار هستم دوستان لیست اون افعال رو پیدا کرده باشن در کتابهای گرامری و همچنین یا در اینترنت پیدا کرده باشین جستجو کرده باشین و پیدا کرده باشین و حفظ هم کرده باشین گذشته سادهشون رو قسمت سومشون متفاوت با گذشته سادشون هست یعنی باید نه تنها گذشت ساده این افعال یا قسمت دو دوم این افعال رو حفظ بکنی بلکه باید قسمت سوم این, این افعال یا پاس پارتیسیپل این افعال هم حفظ بکنی برای پرزنت پرفکت نه فقط پرزنت پرفکت بلکه بعدا خواهید برای پاس پرفکت هم به گذشته ما به فرم سوم فعل نیاز داریم در حقیقت فرم سوم فعل خیلی مهمه برای افعال بی و حتما باید حتما باید حفظ بشن مثلا فعلی مثل left فعل سوم شخص در حقیقت پاس پارتیسیپل فعل leave هستش leave معنی ترک کردن فرم دومش دو میشه لفت فرم سومش هم میشه لفت ولی فعلی مثل سپیک به معنی صحبت کردن فرم دومش دو میشه اسپوک و قسمت سومش میشه سپوکن okay? speak, spoke, spoken. پس بیا خلاصه داشته باشیم از آنچه که گفتم تا حال حاضر present perfect برای از عملی استفاده میشه یا عملی استفاده میشه که در گذشته شروع شده تا حال حاضر ادامه پیدا میکنه یا خود اون فعل ادامه پیدا میکنه و یا اثر اون فعل ادامه پیدا میکنه اوکی یا تمام میشه در زمان حال حاضر با قیدهای ثابتی استفاده میشه که من قیدها رو خدمتتون عرض خواهم کرد و فرمول ساختش هم هست هاو و هاز به اضافه یه فرم سوم فعل اصلی یا قسمت سوم فعل اصلی یا همون پاس پارتیسیپل که باید حتما برای فعل های بی حفظ بشن اوکی نگاهی بندازیم به, به بعدی که نمونه افعال با قاعده در برسون بردم شکل ساده افعال رو می‌بینید من چند تا مثال فقط براتون بردم دوستان شکل گذشته یا فرم دوم این افعال هم ملاحظه میفرمایید اما قسمت سوم این افعال یا پاس پارتیسیپل هم همینطور در کالم سوم در ستون سوم آورده شده شکل ساده ای مثلا فعلی مثل فعل لیف گذشتش میشه لیفت همونطور که ملاحظه میفرمایید قسمت سوم این فعل هم لیفت هستش استارت Start, استارتد و استارتد مجددا کول کولد کولد همه اینا ایدی گرفتن ویزیت Okay. هیچ فرقی نکرده همش رو ایدی گرفتن در قسمت سومشون اما افعالی که بی‌قاعده هستن فرم متفاوت تری دارن نگاه کنین به افعال بی‌قاعده دوستان افعال بی‌قاعده که براتون انتخاب کردم افعال مهمی هستن مثل مثلا فعلی مثل میک که شکل دومش میت هست و قسمت سومش هم استثنا با شکل دومش یکیه اون هم میت هست یعنی make made made ایت به معنی خوردن دوستان یادآوری میکنم میک به معنی ساختن درست کردن هست ایت به معنی خوردن شکل گذشته این فعل ایت خورد و قسمت سومش ایتن خورده است فعل دیگه ای داریم دو شکل گذشتهش دید و شکل فعل سوم قسمت سوم فعل هم دان هستش و در نهایت کام گذشته ساده این فعل کیم و قسمت سومش مثل فرم سادهش کام هستش یعنی کام کیم کام اینا فقط پنج فعل ساده و البته مهم از افعال بی‌قاعده هستن که دوستان باید حتما زحمت بکشن و اون افعال رو حفظ بکنن چون که خیلی مفید هستن و مرتب و مرتب به اونها نیاز خواهیدش و, ازش و ازشون استفاده خواهید کرد هم در پرزنت پرفکت هم در افعال و زمانهای دیگه که ما بعدا راجع بهشون صحبت میکنیم و هم در حالت پسیو یا حالت مجهول ما بازم به پرزنت پرفکت احتیاج به میخوام ما بازم به سوم قسمت سوم فعل نیاز داریم دوای بندازیم به قیدهایی که با پرزنت پرفکت استفاده میشن چند قید مهم هست که به طور خاص فقط با زمانهای کامل به زمانهای پرفکت استفاده میشن ببینیم این قیدها به چه صورت هستن ملاحظه بفرمایید دوستان اسلاید رو اولین و مهمترین قیدها قید, قید سینس و for هستن اوکی okay? فور به معنی به مدت برای بیان طول زمان به کار برده میشه مثلا for two hours for three weeks for five months for seven years for a long time مثلا I've lived in Toronto for one year. She has lived in Iran for a long time. Okay. پس وقتی به طول مدت عملی اشاره داریم از, از در زمان present perfect از قید for استفاده میکنیم. I have been in this office for eight years. هشت سال است که در این اداره بودم و دارم کار میکنم. نگاه به فهمید به ترجمه فعل بوده ام. اگه یادتون باشه ما در زبان فارسی به همچین زمانی میگفتیم مازی نقلی. حالا اسپکت این فعل فرق میکنه در زمان انگلیسی و بهش میگن پرزنت پرفکت یعنی حال کامل یعنی آنچه را که مازی میپنداریم می در زبان فارسی در انگلیسی اون رو پرزنت یا حال میپندارند اما قید دیگه ای داریم در زبان در زمان پرفکت پرزنت پرفکت یا حال کامل که قید بسیار مهمی هم هست و اونم قید سینس هستش دوستان ملاحظه بفرمایید سینس به معنی از تا حالا برای بیان زمان آغاز عمل استفاده میشه یعنی اتفاقی از زمانی افتاده تا به حالا از زمانی در گذشته تا حالا یه اتفاق افتاده مثلا since 9 o'clock since monday since last week since yesterday since 2007 since the 1 of june همیشه اون مقطع اول زمان مورد نظر اون هست اون موقعی که عملی شروع شده به شروع به اتفاق افتادن شده در موقع از since غیر زمان since استفاده میکنیم. در حالی که for در استفاده از فرم رو نمیدین عمل چه زمانی اتفاق افتاده فقط طول مدت اون عمل بر اهمیت داره مثالی هم که براتون آماری کردم برای سینس به این صورت هست I have been in this office since 2012 او oh, since 2012 من در این آفیس بودم در این شرکت بودم در این اداره بودم از سال 2012 ولی میتونم بگم I have been in this office for 5 من برای 5 سال در این آفیس بودم. اوکی؟ پس تفاوت فور و سینس رو فهمیدی؟ به اضافه که فهمیدیم فور و سینس فقط و فقط برای زمانهای کامل یعنی مثل present perfect استفاده میشه. بعد از سینس علاوه بر کلمات بالا کلماتی که براتون قید های زمانی که براتون مثال زدم میتونیم یک جمله بذاریم. به مثال توجه بکنید دوستان عزیزم. I have had a lot of hobbies since I was a kid. یعنی من از زمانی که بچه بودم سرگرم، سرگرمی های زیادی داشتم. من یه جمله بردم به جای قید زمان یعنی به جای که بگم مثلا since the year 2007 since this morning since last week من یه جمله بردم. since i was a kid since i was a child از زمانی که بچه بودم i've had a lot of hobbies من هابی های بسیار متنوعی داشتم هابی های گوناگونی داشتم و یا i've learned many things since i became a mother من از زمانی که مادر شدم خیلی چیزا یاد گرفتم خیلی چیزا یاد گرفتم از زمانی که مادر شدم اوکی سینس دافور تنها قیدهای زمانی مورد استفاده در پرزنت پرفکت نیستن اما جزء قیدهای مهم به زمان پرزنت پرفکت هستن ما قیدهای دیگه هم داریم حداقل دو تا قید دیگه هم در پرزنت پرفکت استفاده میشن ببینیم قیدها چه صورتن قید بعدی که براتون آماده کردیم دوستان قید already هست already به معنی قبلا پیش از این برای بیان کاری که زودتر از زمان مورد انتظار انجام شده باشه already کجای جمله قرار میگیره already قبل از قسمت سوم فعل یا بعد از و has قرار میگیره در حقیقت بین و has و پاس participle یا قسمت سوم فعل قرار میگیره نگاه بفرمایید اینجا رو dont forget to do your assignment jack یعنی فراموش نکن که هوم تو یا تکلیف انجام بدی jack i've already done it من قبلا انجامش دادم okay i've already done it یعنی همین الانش هم انجام دادم تموم شده است okay? پس می‌بینیم که already بین have و بین past participle اومده اوکی okay? کلا قیدها در زبان‌هایی که فعل دو قسمتیه بین دو قسمت میشینن، این نکته مهمیه پس اگر شما قیدی داشته باشین و بخواید وارد جمله بکنید و اون جمله فعلی داشته باشه که فعل از دو قسمت تشکیل شده باشه قید میاد بین دو قسمت فعل قرار میگیره و اگر فعلی داشته باشه که بیش از دو قسمت داشته باشه مثلا سه قسمتی باشه مثل جملات مجهول در پرزنت پرفکت که بعدها خواهیم خود در این صورت فعل بعد از اولین ف... مثلا میخوام قید بعد از اولین فعل کمک قرار میگیره مثالش کمی پیچیده خواهد بود اگه اجازه بدیم من مثالش رو بعدها که راجع به زمان مرچول در پرزنت پرفکت هستش صحبت میخوایم بکنیم حتما خدمتتون عرض خواهم کرد اوکی پس اینم از قید زمان اوردی که معنی پیشتر از پیش از قبل هستش و بین دو قسمت فعل اصلی یعنی همون هاف و هاز و پی پی فعل یا پاس پارتیسیپل فعل میان در فعل هایی که دو بخشی هستن یعنی در همون پرزنت پرفکت اما قیدهای دیگه هم باز استفاده میشن در پرزنت پرفکت قید جاست رو داریم در پرزنت پرفکت که ملاحظه میفرمایید جاست به معنای چند لحظه قبل یا تازه هستش برای بیان کاری که چند لحظه قبل انجام شده استفاده میشه okay. یعنی اگه بخوایم بگیم که کجا این قید رو قرار میدیم باید خدمتتون عرض بکنم که قید جاست هم بین هوا هست و قسمت سوم فعل قرار میگیره درست ماننده اولردی اوکی ها رو توجه بفرمایید دوستان یو شما به نظرم خوابالود میای. خوابت میاد به نظر من. Yes, I've just got up. بله من تازه از خواب بیدار شدم. همین چند لحظه پیش از خواب بیدار شدم. پس جست به معنی تازه چند لحظه قبل هستش. وقتی کاری رو به تازه که تموم میکنیم یعنی همین الان رو اتفاق افتاده و تمامش کردیم از قید جست استفاده میکنیم. بین هوا هست و بین پاس participle ممکن الان سوال براتون پیش اومده باشه دوستان که چه فرقی بین جست و اوبردی وجود داره؟ جست تاکید بسیار بیشتری داره برای اینکه عملی همین الان تموم شده. ولی already این تاکید رو نداره فقط اشاره میکنه به اینکه عملی کامل شده اونم پیش از زمان مقرر و پیش از زمانی که مورد انتظار بوده اوکی؟ اما ببینیم اسلاید بعدیمون چی هست و اسلاید بعدیمون میپردازه به آخرین قیدی که در زمان پرزنت پرفکت استفاده میشه و اون قید یت هستش دوستان توجه بفرمایید که یت به معنی هنوز برای برنامه کاری که منتظر انجامون هستیم استفاده میشه نکته مهمی که در مورد استفاده از یت وجود داره این هستش که یت در آخر جملات منفی و سوالی استفاده میشه مثلا have they arrived yet آیا اونا هنوز نرسیدند بهتره که بگیم haven't they arrived yet اونا هنوز نرسیدند uh, we haven't finished our homework yet ما هنوز هومورکمون رو تموم نکردیم هنوز تکالیفمون رو تموم نکردیم پس ما در پایین جملات سوالی و پایین جملات منفی از یت استفاده می‌کنیم دقیقاً معنیش مترادف با هنوزه من هنوز کاری رو نکردم یا هنوز موفق شدی کاری رو انجام بدی یا نه okay? پس پنج قید یاد گرفتیم برای پرزنت پرفکت قید اولمون فو به معنی عملی که طول مدتش برام اهمیت داره زمانی که طول زمان عملی برام اهمیت داره سینس برای زمانی که نقطه شروع یه عمل برام اهمیت داره اوردی به معنی که کاری پیش از زمان مورد نظر و مورد انتظار به پایین رسیده جاس برای بیان برای عملی که به تازگی به پایان رسیده به معنی تازه و همین چند لحظه پیش هست و یه تا به معنی هنوز در پایان یک جمله میاد جمله سوالی و جمله منفی خب دوستان همونطور که در اسلاید بعدی ملاحظه میفرمایید جدولی که براتون آماده کردیم سه حالت زمان رو نشون میده لطفا ملاحظه بفرمایید زمان حال کامل یا همون present perfect اگر جملتون مثبت باشه I have worked here for 10 years یعنی ده سال از که اینجا کار میکنم ملاحظه بفرمایید به استفاده از قید for که بعدش یک طول زمان اومده 10 years و نه نقطه شروع انجام کاری ببینید در جملات مثبت هم تو که ملاحظه میفرمایید ما هاف فاعل رو داریم به اضافه هاف و به اضافه قسمت سوم فعل یا پاس پارتیسیپل هاز آی رو داریم هاف رو داریم به اضافه ورکت که پاس پارتیسیپل فعل ورک هستش اما حالت بعدی که جملات منفی رو شامل میشه I have not worked here for 10 years. ده سال است که اینجا کار نکردم. در جملات منفی باز هم فایل رو داریم به اضافه have یا هاز به اضافه قید منفی نات و بعد هم past رو داریم و بعد بقیه جمله که میتونه قیدهای مختلف رو شامل بشه معمولا پرزنت پرفکت حتما با یکی از این قیودی که نام بردم میاد یعنی یا با فو میاد یا با سنس میاد یا با یت میاد یا با اوردی یا با جست در حقیقت این قید ها هستن که اهمیت دارن اینجا و به خاطر این قیدها ها هست که ما از پرزنت پرفکت استفاده میکنیم اوکی پس حتما خاطرتون باشه وقتی پرزنت پرفکت استفاده میکنی معمولا یه همچین قیدی یا در جمله میاد یا از معنای جمله همچین قیدی استنباط میشه و در نهایت جملات سوالی ببینیم جملات سوالی به چه صورت هست فرمولشون Have you worked here for 10 years? آیا اینجا ده ساله که کار کرده یا کار میکنی؟ باز هم میبینیم که have رو داریم جمله سوالی yes no, هستش پس have رو داریم به اضافه فائل یو به اضافه پاس پارتیسیپل فعل اصلی من که وقت هست یعنی در چه اتفاقی افتاده در جملات سوالی ما ما جای فائل و فعل کمکی رو عوض کردیم در همه جملات سوالی در همه زمان ها وقتی که میخوایم سوالی یه سنو بپرسیم به غیر از پرزنت سیمپل و پاس سیمپل کافیه که جای فعل و فعل رو عوض بکنیم یعنی yani کافی من فقط بگم have you, have you worked here for 10 years have you ever been to Paris آیا تا پاریس رفتی مثلا okay. پس در زمان هایی که شما فعل کمکی رو در جمله دارید فقط کافی فعل کمکی رو جاش رو با فعل با فایلتون عوض بکنید و جمله پرسشی خواهید داشت و اگر جملهتون فعل کمکی نداره مثل پرزنت سیمپل یا پاست سیمپل باید فعل کمکی مناسب رو وارد بکنید مثلا دو در پرزنت سیمپل و دی در پاست سیمپل اما دوستان همونطور که خدمت رو قول داده بودم قرار هستی که در هر برنامه ای هم همونطور که در روال برنامه مشاهده کردید ما جمراتی هم داشته باشیم که جمرات کاربردیمون بردیمون محصوم میشن و جمرات اصطلاحات کاربردی ما محصوم میشن امروز هم براتون یه در نظر گرفتم که یک فریزال ورب محصوم میشه ما جلساتی پیش راجع به فریزال ورب ها صحبت کردیم فعل های چند بخشی فعل هایی که از یک بخش اصلی به اضافه ای یک پرپوزیشن ای یک حرف اضافه تشکیل شدن خب فعل فریزال وربی که امروز براتون آماده کردم رو ملاحظه این سلاید He takes his father به معنای او به پدرش رفته از نظر قیافه یا از نظر رفتار یعنی هم از نظر قیافه این نفر میتونه تیک آفتر بکنه هم از نظر رفتار میتونه تیک after بکنه اوکی هر دو شامل میشه هرچند معمولا بیشتر رفتار شامل, شامل میشه اوکی تیک یک فعل یک فعل فریزال ورب هست تیک به معنای عادی معنی متفاوتی داره ولی وقتی پرپوزیشن after رو میگیره معنیش کاملا متفاوت میشه پس از این به بعد دوستان باید داشته باشیم هر وقت یک گفتن کسی تیک آفته میکنه کسی دیگر این یعنی شبیه به از والدینش شبیه به کس دیگه ای هستش و میدونی که تک با پرپوزیشن های مختلف معانی بسیار بسیار متفاوتی رو خواهد گرفت پس فریزل ورب امروز که یاد گرفتیم تک آفتر هستش به معنی به کسی شبیه بودن به کسی رفتن اوکی؟ و معنیش هم دقیقا همین میشه به کسی رفتن چون فریزل ها اصولا خیلی اینفومال هستن و معنی خیلی رسمی و جدی ندارن اما دوستان همونطور که در برنامه گذشته مشاهده کردیم و در پایان برنامه یک داستانی براتون در نظر گرفته بودیم که در اون داستان از گذشته ساده استفاده شد و من خدمتتون عرض کردم که شما هم تلاش بکنید دایری بنویسید مثل اون داستان و از فعلهای گذشته ساده استفاده بکنید در انتهای این برنامه هم من براتون در حقیقتی داستانی آماده کردم که دوستان داستان رو با همدیگه ملاحظه بکنیم و پرزنت پرفکت ها رو بررسی بکنیم استفاده از پرزنت پرفکت ها رو استفاده از حال کامل رو در این, در این داستان اگر جدید و همچنین اگه فعل جدید وجود داره اون فعل رو از گذشته ساده و یا پاس پارتیسیپلش رو با هم دیگه یاد بگیریم خب با هم داستان رو ببینیم دوستان میبل جونز lives in فلوریدا in the United States یعنی میبل جونز در فلوریدا در امریکا زندگی میکنه در ایلات متحده زندگی میکنه Her grandchildren live in London, England. Grandchildren به معنی نوه هست دوستان. نوه های او در لندن در انگلیس زندگی میکنن. They have lived in London for three years. خب این جمله ای که تا حالا ما پاس سیمپل داشتیم، پرزنت سیمپل داشتیم، معذرت میخوام. الان ما پرزنت perfect داریم. They have lived in London for three years. به خاطر که داریم به طول مدت انجام یک عملی اشاره میکنیم. اونها سه سال هست که اونجا زندگی کردن. برای سه سال هست که اونجا زندگی کردن. Mabel has not seen her grandchildren in over a year. Boston present perfect. این دفعه منفی پرزن پرفکت رو داریم هم فرمول رو هم شام میبینید که اینجا استفاده شده فائل به اضافه فعل کمکی هف یا هست به اضافه قید منفی not به اضافه پاس پارتسیپل سین پاس فعل سی هستش سی سو سین دوستان همین الان این فعل رو یادداشت داشت و یادش بگیرید چون فعل مهمیه این over a year این over a year یعنی برای مدت یک سال ندیدتشون میتون بگیم a این over equal هستش با for a year. She has talked to her grandchildren on the phone and through emails many times. اون برای مدت های برای دفعات بسیار طولانی، دفعات بسیار زیادی با نوه های خودش توی تلفن صحبت کرده و بهشون ایمیل زده. باز هم استفاده از present Perfect رو مشاهده بکنید دوستان. Has talked and many times. برای بیان عملی که به دفعات تکرار شده. بعدها جلسه بعد راجع به کاربورت های پرزن پرفکت صحبت میکنیم دوستان و خواهید دید که کار در کاربورت های پرزن پرفکت برای برای این عملی که به دفعات تکرار شده به جز این, ب... این که اینکه به زمان تکرار این عمل اشاره بکنیم استفاده میکنیم برای بیان چنین عمل های از پرزن پرفکت هم استفاده میکنیم She has also seen pictures of her grandchildren باز هم پرزن پرفکت و باز فعل پاس سین از فعل سی یعنی اون همچنین عکس زیادی از نه هاش دیده دوستان اگه به خاطر داشته باشین ما also رو داشتیم جلسات پیش به عنوان یکی از لینکینگ فریز هامون دقیقاً بفرمایید که also یک ادورب یک adverb اضافه شده همونطور که عرض کردم خدمتتون ادورب ها کجا میان توی جمله بین دو قسمت فعل اصلی has also seen بین فل کمکی و فعل اصلی اومده they have grown so much since the last time they visited america یعنی اون ها از آخرین باری که امریکا رو ویزیت کردن امریکا رو به امریکا رفتن خیلی بزرگتر شدن خیلی بزرگ شدن grow به معنی بزرگ شدنه grow grew grown نحوی صرف کردن این فعل هستش گذشته سادش grew و past participleش همونطور که مشاهده میکنید دوستان grown هست since the last time they visited America دوستان ملاحظه بفرمایید که فعل اول ما فعل present perfectه ولی فعل آخر ما فعل گذشته ساده است و خیلی ساده هست در درک این مطلب به خاطر اینکه they have grown so much یعنی این عملی که از گذشته اتفاق افتاده از since سینس the لاست time اتفاق افتاده هنوزم هم داره اتفاق میفته ولی لاست تایم یه عمل مشخص در زمان گذشته وقتی قید لاست تایم رو میاریم حتما باید فعل مون پاست سیمپل باشه من پرزنت پرفکت مابل نیدز سکارفز اند بلانکتس تو سنت تو هر گراند لندن مابل سکارف به معنی شال هست دوستان نیت هم به معنی بافتنه یعنی شال میبافه و پتو میبافه برای اینکه بفرسه به نوه هاش در لندن پس بلانکت به معنی پتو سکاف به معنی شال البته به معنی هم استفاده میشه نیت هم به معنی بافتن هستش سوفا so یعنی تا الان سوفا so یه غیر زمانه که خیلی هم کاربردش زیاده میتونی یاد بگیم و یادداشت داشت بفرمایین سوفا so یعنی تا الان از اون موقع تا الان she has knitted two large blankets for her grandchildren granddaughters یعنی تا به الان او میبل دو پتوی بزرگ برای نوه های دخترش دوخته بافته okay. Has همطور که ملاحظه میکنی knitted گذشتش یعنی پاس پارتسیپلش با گذشتش یکیه پس فعل با قاعده است she has knitted گذشته هم میشه knitted پاس پارتیسیپلش هم میشه knitted و فعل هم دو قسمتیه has به اضافه پارت پاس پارتیسیپل یا قسمت سوم فعل اصلی she has also knitted a او همچنین یک شال برای هر کدوم از نوه هاش بافته بازم مشاهده می فهمید present perfect رو okay. شما دوستان میتونید هرچی هر که از این داستان یاد گرفتین هر که از این داستان بیادتون بود به خصوص اون جاهایی که present perfect رو استفاده کردیم یک کاغذ بردارین کلمه و کاغذ و یادداشت بکنیم اون چیزی که در حقیقت در اینجا ملاحظه کردید خیلی مناسب خواهد بود خیلی فکر می کنم کمکتون خواهد کرد که بیشتر و بهتر با آشنا بشید با پرزنت پرفکت البته این جلسه پایانی ما نیست در مورد پرزنت پرفکت من همونطور که خدمتتون عرض کردم ما در رابطه با پرزنت پرفکت جلسه دیگه هم باید صحبت بکنیم چون فقط این جلسه به فرم پرزنت پرفکت پرداختیم به استراکچرش پرداختیم به جملات سوالی و جملات منفی و جملات مثبت پرزنت پرفکت پرداختیم و راجع به کاربردهاش که بسیار مهم هست صحبتی نکردیم کاربردهای پرزنت پرفکت بسیار متنوع هستن بسیار هم مهم هستن پس حتما به اونها هم اشاره میکنیم اما در پایین برنامه دوستان من یک دو کلمه براتون آماده کردم که اون دو کلمه با هم توی اسلاید آخر نگاه بکنیم دو تا ادجکتیو براتون آماده کردم Uh, adjective مهم accidental و intentional یه زمانی کسی کاری انجام میده و میگه که خیلی تصادفی بوده خیلی اتفاقی بوده و قصد و نیتی در انجام اون کار نداشته در صورت میگه که it was all accidental it was accidental it was not on my purpose it was not on purpose ولی یه زمانی کسی کاری انجام میده که تعمدی توش بوده عمدی بوده در صورت میگیم که اون کار intentional بوده پس تو کلمه accidental رو و intentional رو با هم یاد میگیریم accidental به معنی اتفاقی بودن یه چیزی و اینتنشنال به معنی که کاری رو ما تعمدی و عمدن انجام بدیم دوستان یاد بگیرین نکته رو هم که به جای اینتنشنال ما میتونیم از آن پرپس هم استفاده بکنیم چیزی رو آن پرپس انجام دادن یعنی هدفمند انجام دادن یعنی که یک تعمدی یا یک نیتی پشت اون کار بوده خب دوستان امیدوارم که تا اینجا برنامه لذت برده باشید امیدوارم که مفید بوده باشه حتما برنامه جلسه دیگه ای ما رو هم دنبال بکنید چون که ما باز هم قرار هست راجع به پرزنت پرفکت صحبت بکنیم و درس ما راجبه به پرفکت کامل نشده امیدوارم که استفاده کرده باشید من جا داره یک بار دیگه تشکر بکنم از اسپانسر محترم برنامه شرکت موگج ترانزیت وقتتون بخیر دوستان خدا نگهدار